سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم. ملاقات. فعال مدنی 30 ساله است که در اردبیل زندگی می کند، اما همکنون در زندان این شهر به سر می برد. جوان ورزشکاری که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و همه سالهای عمرش را با کار و ورزش و موسیقی سپری کرده است. نامش رضا واثقی است. اهالی اردبیل نام او را با رشته ورزشی وشو به یاد می آورند. او سالها پیش تمرین در این رشته را به طور حرفه‌ای آغاز کرد و موفق به کسب چند مقام استانی هم شد. او جوانی پرکار است و علاقمند به موسیقی، به خصوص موسیقی سنتی. با برادر بزرگترش تابلو سازی دارند. کسب و کارشان تازه رونق گرفته بود که هر دو بازداشت شدند. حالا چند ماهی است که چراغ تابلو سازی آنان خاموش است. 21 خرداد ماه امسال بود که چند مأمور امنیتی به محل کسب آنان در میدان قیام شهر اردبیل رفتند و او را با ضرب و جرح بازداشت کردند. رضا واثقی 1 هفته در بازداشت بود و تحت بازجویی، بدون دسترسی به وکیل. این فعال مدنی در شبکه‌های اجتماعی از زندانیان سیاسی دفاع کرده بود و در برخی از تجمعات مسالمت‌آمیز هم حضور یافته بود. اما مانند برادرش به مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شد، اتهامی که رضا واثقی در دادگاه آن را رد کرد. اما وحید مهدوی راد، قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب اردبیل، بدون توجه به دفاعیات این فعال مدنی را به 2 سال زندان محکوم کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم عیناً تایید شد. رضا واثقی آبان ماه امسال برای اجرای حکم احضار و به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد تا 2 سال آینده را در حصار دیوارهای این زندان سپری کند و روزها را در انتظار آزادی خود بشمرد تا پس از آزادی باز هم رؤیاهایش را دنبال کند.